آقای خواهش رایی بفرمایید. آقای رایی دوستان، بفرمایید. خواهش میکنم دوستان میکروفوناتو ببندین، وقت بگیرین، دست بلند کنید یا با زدن یک در سمت راست. بفرمایید آقای رایی. بله، با درود به آقای خورسندی گرامی و دوستان گرامی. من که صحبت های شما رو گوش میکردم، به نظرم میرسید که طنز شما همراه با یک نوع اندوه هم هست. آیا طنز رو از رو اندوه گاهی اوقات مطرح میکنید، یا اینکه اون اندوه به صورت نقدی در میاد که با اون یه نوع تراپی انجام میدید خودتون، یعنی خودتون رو ساکت میکنید؟ سوال اولم. سوال دوم این هستش که اگه قرار بود زندگی رو دوباره شروع میکردید، چه کارهایی رو انجام میدادید و چه کارهایی رو انجام نمیدادید؟ سوال سومم این هستش که چه نقد کلی به فرهنگ ایرانی و اجتماع ایرانی در حال حاضر دارید و چگونه نظرتون این هستش که نقاط قوت این مردم کدومه و نقاط ضعفشون کدام هست؟ سوالای زیادی دارم، ولی از اونجایی که همینا احتمالا به دوستان دیگه هم سوال دارن، فقط یه سوال دیگه میپرسم: آیا شعری در مدح زنان سروده اید؟ و اگر سروده اید، کدوم خاصیت های زن ایرانی رو برجسته میبینید؟ مرسی، خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای رهایی. دوستان کسی دست بلند نکرده. سوال آقای خلف، خیلی عذر خواهش میخوام، میکنم، بفرمایید. چون آقای خورسندی اولین بار برنامه ما اومده، درست راهنماییش کنید که چند نفر پرسش میکنن، ایشون باید یادداشت کنه، بعد یه دفعه به ایشون وقت میدیم تا این پرسش ها پاسخ بدن. خیلی متشکرم آقای میرسد. گرفتم 5 تا 5 نفر سوال میکنن، بعد برمیگردیم با آقای ببخشید، افندی. عذر میخوام، خواهش عذر. میکنم. شما بفرمایید. من دوستمون سوال سومشونم یادم نشیدم درست. آقای رایی خواهش میکنم. آقای خورسندی، آقای رایی سوال سوم را تکرار کنید. سوال خواهش سوم میکنم. بودش که نقاط قوت و ضعف این مردم کدامه، مردم ما ایران، و کدوم. و آخرین سوالم این بود که در مورد زن آیا مدحی سروده اید و کدوم خصوصیات زنان رو بر روش انگشت گذاشتید؟ خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای رایی. بله آقای رایی، اون در مورد جواب سوال اولتون که این غم و اندوه که توی هستش رو تقسیم کنم یا ببینم که تراپی میکنه یا نه، اصلا نه بهش فکر کردم نه هستش. من این ربایی بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه رو شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شده رو هر وقت میخونم، به هر حال این ترافی هرچی هست میاد سراغم و خیلی جاهای دیگه. ممنون توجه شما، اصلا بهش فکر میکنم، بشم تکه نمیکنم و کاری نمیکنم که توجه کنم بهش، نگاه کنم بهش، تعبیر بگیرم بهش و یه حضور زورکی یا تصنعی پیدا کنی، یا یه غیبت زورکی یا تصنعی. یک سال دوم چی بود آقای؟ اگر دوباره دوم بودش که اگر زندگی رو دوباره شروع می کردید، زندگی هنریتون رو، چه کارهایی رو انجام میدادید و چه کارهایی رو انجام نمیدادید؟ چه بازبینی رو بر روی کارهای خودتون؟ خیلی سکته. من فکر کنم که همین کار رو میکردم، برای خودم سنم بعضی شعرها رو که خانم اختر قاسم رو هم رضیت میکنه، ناراحت میکنه، نمیکنه، یعنی به هر حال یه کمی نه خودم هم سانسور نمیکردم، نه همینجوری بود، همین الان همینجوری بود. سبا چی بود؟
زمان من بگم که من خانم اخلاق قاسمی رو دوستشون دارم و ایشون یکی از افتخارات بزرگش در زندگی اینه که یه بار از هادی خورسندی شطرنج برنده شده در یک بازی که ما در کل با هم کردیم. ایشون احترام میذارم. مشکلی که با این دوست سلطنت طلبه، از من دوست سلطنت طلب بود، با هم دوستیم، ما رفت آمد داریم، من یه دوست صمیمی ترین دوستم الان سلطنت طلبه، دو ساله با هم حرف نزدیم. در شده شوخی بکن، من مثلا یکی دیشب با یه دوست خانوادگی ما که دوست سلطنت طلبه فشان فرگیردهی درجه کیست که با همین سفر اخیری که آقای رضا پهلوی هم به لندن اومدن دیدم عکس هم گرفتن، با همه رو که دوست داریم. ولی خانم قاسمی هم همینجور اونتا یه جایی دیگه چیز سخت میگیرم و قضیه رو گنده تر از اونی که هست میبینن، یه خوره هادی خورسندی رو قول میبینن اونجوری راجبش میگن، در حالی که نه من یه آدم بدبخت سادهی بدبختی که هستم، ولی خوبه یه آدم خوشبخت سادهی هستم. اجازه بدید آقای فرشید. نه سوال آخر آقای راین مون. نه حالا مخورم در مورد خانم ها بود و آیا شعری در مورد خانم ها سرودید و کدوم خصوصیاتشون رو برجسته کردین یا اینکه کدوم انتقاد رو داشتید؟ الان دیگه این شعرهایی که این سال اخیر گفتیم خانم ها حضور قاطعی توش دارند، اما اینکه من اصلا فکر کنم که حالا راجع به خانم ها نه دیگه هست، اگر نمیتونم بگردین پیدا کنین منم پیدا میکنم دفعه دیگه میدم خدمتتون، ولی به هر حال زن زندگی آزاد این جریان که آمد به ویژه توجه ها رفت به اون صورت. نه من خیلی سروده دارم، امشب فرصت نمیشه همشو میفهمدیم. با سپاس از شما آقای خورسندی. آقای فرشیم، بعد آقای کوروش صالحی ادبی، بعد آقای انور میرصدایی، بعد آقای فرهنگ قاسمی. آقای فرشیم بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر آقای خورسندی، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و همینطور تشکر میکنم به خاطر شعرهای طنزآمیزی که خوندید. در میون این شعرها یک شعری بود که در مورد روابط زن و مرد صحبت میشد، شعری بود درباره روابط عاطفی که بسیار مورد توجهه. اخیراً فیلمی ساخته شد تحت عنوان کیک محبوب من. بله بله دیدم. دیدید؟ خوشبختانه، بسیار عالی. یکی من میخوام نظر شما رو در مورد این فیلم، جوانب مختلف این فیلم اینو بدونم و همینجا دیگه استاپ میکنم. من بیشتر از این سوال نمی کنم برای اینکه این خیلی ارزشمنده برای من. البته فیلم دیگری هم هست، حتما اون رو هم دیدید، دانه انجیر معابد. بله بله خوشم نیامد. خوشتون نیامد، بسیار عالی. این فیلم کیک محبوب من به دلیل اینکه به هر دو این دفت و دانه انجیر، هر فیلمی که این جمهوری اسلامی پس فطرت بیشرف اذیت بخواد بکنه تهیه کنندهش و کارگردانش و بازیگرش، اون فیلم خوبه، کلنر خوبه. این آقای رسول رو اذیت کردن که انجیره دانه انجیر معابد رو اینا این الان در حال اذیت کردن آقای سنایی ها و خانم مقدم و خانم لیلی فرهادپور و آقای اسماعیل مهرابی بازیگر فیلم هستن و اینها که فیلم درست میکنن به تهدید تر چیزی حکومت قرار میگیرن، کلا عزیزان ما هستن. و دیگه این که بگیم حالا فیلم شناسی بکنیم و تفسیر بکنیم، من به اونجا اصلا نمیخوام. من میخوام بگم اینها عزیزان ما هستند و یک روزی باید که این فیلم سازان ما و این هنرمندان ما باشند
که این خامنه ای و احمدی رو این بندازن زندان. توماج صالحی باید بیاد اینا رو بندازه زندان، نه اینکه توماج صالحی در زندان اینا باشه به بقیه و به امید آزادی همشون. آقای خورسندی، شما اگر ممکنه بفرمایید که از نظر شما پیام این فیلم کیک محبوب من چیه؟ سنت شکنی هاش، تابو شکنی هاش، غیر و ذالک. نه در حال انسان رو نشون میده، تنهایی انسان رو نشون میده و تنهایی انسان رو، زن رو، زن مجرد رو تو اون جامعه نه آخوندی نشون میده و تحور زن رو که در هم میشکنه، هم دوستشون هم تشویقش میکنه، هم خودشون میگن بشکنیم دیگه بسله. و حالا اون که بیهجاب هم فیلمو درست کردن و میگم من به این جزئیات نمیپرزم، چه دقلم نمیرسه، یا اصلا اهمیتش برای من الان اینه که این چهار نفری که دستان در کار این فیلم بودن از خباست این حکومت اسلامی جون سالم به در ببرن، اذیت نشن. الان دیگه چیزه من فیلم شناسی بلد نیستم و لازم نمیدیدم که هر کسی یه برداشت فیلم بر فیلم زیبا که راحت هم خرج، یعنی بیدنگ و فنگ منظورمه، روان مثل یک شعر از اول تا آخر، مثل یک شعر روان خونده میشه و زیباست. حالا یه سال دیگه بکنیم که من با سپاس از شما آقای کورش صالحی علوی. بفرمایید آقای علوی. آقای کورش صالحی علوی بفرمایید. ادبی از دبی اشتباه نمی‌کنم. علوی تشریف ندارم مثل که آقای کورش صالحی مطمئنی عربی ادبی علوی نوشتن علوی. اگر تشریف دارن آقای میرستاری بعد عربی شیعه عربی. بله آقای میرستاری. بله آقای خورسندی گرامی، بار دیگر درود بر شما، سپاس که دعوت این دو نهاد ملی دموکراتیک و لایک و جمهوری خواه را پذیرفتید. منم یکی از این اعضای گروه هستم. در ضمن صحبتاتون الان فرمودین که چرا شما را بزرگ میبینم، شما خیلی کوچیکیم. من نه 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 آخه نه آخه نه آخه شد برای اونه که اول برنامه رو نشیدن، نمیم خانم اخبر قاسمی نوشتش که میخواهید مردم را به مبارزه با رژیم پهلوی دعوت کنید. فکر کنم که این دوتا عنوان جمهوری خواه که توی این اسم شما سازمان دعوت کننده بود، یه خود این جمهوری خواه در حالی که من بیشتر به خاطر اون کلمه لایکشش من آره من گرم اینه. بذار همین وسط اینجا از این شعر رو کامتر من الان اومد اینو بخونم. راجب زنها هم هست که آقای راهین هم پرسیدن زنها، این چه دینیست که پیغمبر قاتل داره؟ این چه دینیست که پیغمبر قاتل دارد و این همه پیرو اوباش و عرازل دارد؟ این چه دینیست که با زلف زنان در جنگ است، همچنین مسئله با سرمه و ریمل دارد؟ این چه دینیست که آداب خلا رفتن آن آنچنان است که توضیح مسائل دارد؟ دوش از دوست همجنسگرا پرسیدم این چه دینیست که با
خون تو مشکل دارد. گفت من پاسخ سرراست به هادی چه دهم، بله خون من و اسلام نسازند به هم. خب حالا خواهش میکنم آقای قاسمی. تموم نشد که حرف من آقای. خواهش میکنم بفرمایید. ما هم حرف ما نزدم، این مقدمه بود که میخواستم بگم آقای خورسندی شما برای آدم های مثل من واقعا بزرگ هست. من برای حرفتون برای همین قطع کردم. بیل کن دیگه، بس کارو میکن، ما مفرسیدی. معانش اینه که الان این همه دوستان و بزرگان و فرهیختگان پای صحبت شما نشدن. اما پرسش من، شما جدیدن فرمودین که اگر قدرت دست شما بیفته ایران برین گاز و برق رو مجانی میکنین، واقعا این کار رو میکنید؟ کی گفتم شوخی میکنی؟ نه به شوخی میگم، ولی شما نوشتون آقای نتانیاهو اگه گفته که گاز و برق و مجد. آره آقا ما سر اینم فوش خوردیم. من نوشتم همینو میخواستم به زودی با گاز و برق و آب شما رو مجانی میکنیم بدونم این نتانیاهو باز ادده درده همونو که گفتم دماغ گنده سنگ میخوره بهش. آقا چی کار داری شما؟ من حالا بگم با مزه است. آقای تو ماه آگوست بود، حالا من آقای منش امیر به من زنگ زد که بیا توی رادیوی ما تلویزیون ما شعر بخوان. آقا من یه موقع که اینترنت نبود و هنوز نبود و بوی صلح می اومد، اسحاق رابین بود و این حرف ها، جمعه ها که ایفته اون خانم فرموش رام برامر می چرخوند و من شعری می خوندم. بعد به یاد اون موقع های نعش امیر افتاده بود که کجا رفت آن هادی خورسندی که می آمد بر خیلی به ما بد کرد. بعد من گفتم که خب آقای امیر می دونیم من چی بگم، حالا من پیر مرد و حالا من خودم از اون پیر مرد ترم هم که آقای امیر من الان من با دولت آقای نتانیاهو مشکل دارم. گفت من هم با شما خودم من هم مشکل. گفتم نه من مشکل بیشتری دارم، حالا شما بیا خیلی چیز کرد. گفتم آقا من نه گو از ما کار سیاست نداریم، ما فقط میخوام به جمهوری اسلامی هر چی میخواین شما بیاین اونجا بگید، ولی خب من جا خالی دارم. چرا این گفتم چیز؟ آره میخوام بگم که آقای نتانیا آقای منشه امیر هم که سخنگوی دولت اسرائیل یه جور اسمه غیر رسمی، اون هم گفتش که من با نتانیاهو مخالفت دارم. حالا چرا گفت بخواست که و هموطن من اینجا رفق شده با نتانیاهو و من میستم آقا برقون اجاره میکنی یه تنز رو چی کنه. زمین این که خوش میدن به چپی ها، حالا چپول ها همینا توده یا من اینا که آقا شما به خاطر آب و برق مجانی انقلاب کردید، نه این یادتون باشه روزی که آقای خمینی راجع به آب و برق مجانی گفت این ماجره ها گذشته بود و ایشون آمده بود بهشته زهرا این رو گفت. تازه بعضی ها میگن ایشون این رو نگفت، ایشون داشت از قول کامونیست ها میگفت که نگید ما برق و آب شما رو مجانی میکنید، این تختی شده سرش رو چیز کردن اینطوری شده. نمیدونم به هر حال ما برای آب و برق و مجانی انقلاب جناب خورسندی گفته بود قانع نباشید که ما آب و برق را مجانی میکنیم و بعد ادامه میشه. آره اینجوری گفت. به هر حال میگه که
چی آمد و آمد و با همه پختگیم خامم کرد، آمد و با همه پختگیم خامم کرد، ملت زنده بودم امت اسلامم کرد، بر درختی که خودم کاشتم آویخت مرا، با تنابی که خودم بافتم اعدامم کرد و اعدامشون کرد. و اتفاقا عرض کردم با سپاس، اجازه بدید سوال آقای قاسمی، بعد آقای عطایی، بعد آقای نادر وهابی، آقای وحدانی و آقای جبین. بفرمایید آقای قاسمی. بله، بسیار متشکرم از حضور شما آقای شما، محبت دارید شما. بله. و آقای خورسندی، شما جایی که من تا جایی که میدونم در از نظر طرز تفکر فکری و مبارزات سیاسی در نهضت ملی قرار دارید، در نهله نهضت ملی قرار دارید. و خب این جمعی هم که امشب با اینجا جمع شدیم در واقع دو جریانه که ریشه در نهضت ملی داره، یکی جبهه ملی، سازمان های جبهه ملی، یکی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لاییک ایران. در من در ارتباط با هر دو اینها لاییک، من در ارتباط با شعر، یعنی اولین شعری که شما خوندید راجب لایک صحبت کرد. راجب چی بود؟ راجب لایک. آه بله بله. و خب من کمتر دیدم کسایی که این راجب این صحبت بکنن یا در شعرشون بیارن. وقتی صحبت از لایک میشه، یک تعدادی از افراد که مخالف لایسیته هستند این بهانه رو میارن یا این واقعیت رو میگن که آقا چرا شما میگید لایسیته، چرا میگید لایک، مردم ایران اصلا نمیفهمن لایک چیه، این کلمه رو استفاده نکن، به جاش چیز دیگری بذارید. پرسش من اینه که آیا به جای لایک چیز دیگری میشه گذاشت که مفهوم لایک بده و مفهوم سکولاریسم رو نده، بلکه مفهوم لایسیته رو بده؟ و آیا دومین پرسش اینه که آیا لایسیته در ایران امکان رشد و تحولش هست یا نیست؟ یکم سوالای من میدونم که از نظر سیاسی شما خب یه مقدار خودتون رو شکسته نفسی میکنید، ولی پاسخهای شما برای ما بسیار ارزشمند. لایسیته رو زنده یاد دکتر بختیار توی زبان ما انداخت. آقای سعیفی صداتون رو ببندید. As goes, it asks you a couple of questions, select your language. And then آنه جان صدای آقای ضعیفی رو ببندید. I know you don't need my help. On them. You're using your finger, yes. All these three, four screens come to the information that you want. الان بس. آقای قاسمی عزیز، من همین حالا اسمش
میلیون بیشه یا چی بیشه. در واقع من حس شخصی خودم دارم و نیاز من بیشتر نداره و حسای دیگه نگه من قبول کنه من به حقانیت اون حسام شک میکنم. بذار من این رو حسو بر دکتر بختیار شد این براتون بخونم فرصت استفاده کنم و به این سوالی روزگاری داشتی بهر خود شهر و دیاری داشت. در خیابان راه می رفتیم ما، ترس که از پاسداری داشتیم. این حق دارن این دوستان سلطنت طلب ما که واقعا گاهی عصبانی میشن، گاهی به خشم میان. اون روزگار و چرا شما 57 ها اون روزگار رو به هم زدید؟ نه، اون روزگار رو از ما مقتدرترها بودند که میتونستند به هم نزن. بله بله بله، روزگار خوبی بود، از خیلی جهات روزگار خوبی بود، از خیلی جهات روزگار خوبی نبود که اینجوری شد. اینا رو بذاریم کنار، ولی میگم این میگه در میگه روزگاری داشت، بهر خود شهر و دیاری داشت. در خیابان راه میرفتیم ما، ترس که از پاسداری داشتیم. هیچ کس کاری به کار ما نداشت، دست اگر در دست یاری داشت. غم به دلها بود، اما در عوض همراهان غمگساری داشتیم. کنج دلهامان به باغ آرزو، بهر آزادی بهاری داشتیم. حرف قانون اساسی میزدیم، هم شعوری هم شعاری داشت. نهضت مشروطه من گر مرده بود، لااقل بهرش مزاری داشت. در پی احیای آنچه رفته بود، و چه عزم استواری داشتی. حیف شد که عاقبت برعکس شد، هرچی بهرش انتظاری داشتی. چاه را ناکنده بر سر می زدیم، ما که مسروق مناری داشتیم. وارث صد جور بیماری شدیم، گرچه دکتر بختیاری داشت. او برای ما الف ما می نوشت، ما نظر بر نقش ماری داشت. او زلائیسی تش می گفت و ما با امام خود قراری داشتیم. عاقلی حرفی زد و در معنیش حیرت دیوانواری داشتیم. آدیا از خاطرات تلخ خویش، کاش امکان فرار داشتیم. بعد در پاسخش شما راجب من لغت شناس لغت ساز نیستم، ولی خب مگه لایسیتی چه شکلی حالا بخوام عوضش کنیم، حالا یه چیز دیگه از نو بیایم چیز کنیم؟ نه، اونه که بخواد مفهومش بفهمه میفهمه، باید همین رو بیشتر معنی کنیم، بهتر چیز کنیم فرقش با سکولاریزم. نه نه، این اپوزیسیون این کارا رو بشن خوش به هم دیگه بدن، بشن این کارا رو ردیف کنن. شما این وقتا میکنید، البته میبینم. بله، البته دنباله پرسش من این بود که در ایران چقدر حدوداً این شانس این که این فکر بره و بتونه رشد پیدا بکنه چجوری میبینید شما؟ اصلا مسئله ایران نیست، مسئله زمانه، زمانی که داره به جلو میره، انسانی که داره از این جهت ها به جلو میره، انسانی که امروز با روشنفکر 700 سال پیش فرق کرده، امروز خیلی از شعر و ابیات سعدی رو نمیپسندیم،
با اینکه قدر بر ما عظمت داره بر عرصه دوسیل نمیپسندیم. این یه جبر زمان محدود و محدودی مرزیه مرزیه ما هم نیست. اتفاقا اگر که موقع اروپا مثلا 200 سال مجلتر بود، 500 سال بعد 200 سال کلان، این فاصله زمانی همطوری داره کمتر میشه. من این وضعیت هایی که هست، نه اصلا مثلا این حرف که در ایران اصلا مسئله ایران نیست، مسئله انسانه. دل قوی دارید که درست خواهد شد. سپاس. خواهش میکنم آقای قاسمی، چون که تعداد دوستان زیاده، آقای محسن عطایی، آقای نادر وهابی، آقای وحدانی، آقای جبین و آقای مزدک دیوان کشید. آقای عطایی بفرمایید. لطف دارید، خیلی متشکر که به منم امکان صحبت دارین. با درود به جناب خورسندی که ما همیشه از اطلاعاتشون استفاده میکنیم، از انتقاداتشون تازهشون. هر شد که من سه تا سوال کوچیک دارم، یه دو تا سوال کوچیک، یه سوال بزرگ. با توجه به نقش بزرگ شما توی به عنوان طنز پردازی که ما بیشتر میشناسیم، کسی دیگه رو نمیشناسیم، توی دهه های اخیر نقش سینما توی جامعه ادبی و جامعه ایران قبل از 57 و بعد از 57 چی بوده؟ سال بعدی اینه که چطور میتونه نقد با انتقاد توی جامعه بیشتر جا بیفته، جوری که مردم واسه شون سوء تفاهم نشه به قول صمد آقا. و نظرتون راجع به واژه خودسانسوری چیه که ما بلافاصله بعد از روزهای 57 از روانشاد اسمش یادم نیست، نویسنده معروف شنیدیم. سپاسگزارم اگه وقت کنیم. نه مسئله سینما رو که مثلا اطلاعی ندارم و اصلا ازم نمی کنم روی که همه هنرها نقش خودشون دارن دیگه. امروزه کاربرد ضریب تاثیر هنر خیلی بالا رفته در مقابل این حکومت اختناق و ضد هنر. خیلی اینا آسیب‌پذیری بیشتری دارند. بعد هم اینکه دیگه چی؟ سینما بعد سینما چی؟ دیگه نظرتون طنز چطوری میتونه خودسانسوری و خودسانسوری از آقای حاسد جوادی؟ خودسانسوری خودسانسوری دیگه. الان من خودم من بعد از این تذکری که خانم اختر قاسمی واتساپ زدن برای من که تو میخواهی مردم را به مبارزه روش برای دعوت کنی، کسی نمیدونم چرا یه خود دکتر خودسانسوری شدم. یه سری چرا که انتخاب کرده بودم بخونم، بعضی ها رو چند تا رو که گذاشته بودم نخوندم و بعضی رو همطوری حالا وقتی که هرچه در مد خوندم. خودسانسوری یه چیزیه که به حال در آدم ها هست، به مناسبت های مختلف هم هست، نمیشه که منکرش شد. در رفتار روزمره مون هم ما خودسانسوری داریم دیگه. میخواستم برگردم جوابش رو بدم، ندادم، جمله‌ای که مرتب میگیم. میخواستم دوتا کلوف بارش بکنم، نگردم. تو محاوره هم هست یه چیزیه که به حال هر کسی به موقع لازم ازش اون چی که مثلا خودسانسوری اون موقعی خیلی مضمون میشه
که سانسور حاکم آدم رو به سانسوری وادار بکنه. دیگه بله علی با کشی لطفا میکروفون تو رو خاموش کنید. علی با اگر اجازه بدید آقای ناصر وهابی. آقای وهابی بفرمایید. سلام دارم خدمت شما جناب خورسندی و به همه دوستان. بسیار بسیار خوشحالم. اولین بار من شما رو در پاریس ملاقات کردم و حدود فکر کنم 10 سال قبل بود. اونجا یه برنامه بود که زندیات امینی گذاشته بودن و اونجا با شما گفتگویی داشته بودن در مورد روایت شما از تبعید و شما جز اولین به اصطلاح شخصیت هایی بودین که قبل از اینکه زندیات هاش سدوادی صدای پای فاشیسم بگه، شما همون روزهای اول بعد از چیز ایران رو ترک کردین و اومدین به تبعید. من پرسش اولم اینه که شما در 2 ساختار زندگی کردین، یکی ساختار زمان شاه و یکم ساختار فعلی. در هر 2 ساختار تبعید بودین اینا و یک رادیکالیسم سیاسی خودتون رو در تبعید حفظ کردین. با توجه به این مقایسی که در 2 ساختار بود که هر دوی اینها در یک نقطه مشترکن، به هر حال ساختار غیر دموکراتیک هستن، وضعیت اپوزیسیون در زمان شاه و وضعیت فعلی رو چگونه میبینید؟ پرسش اول. پرسش دومم اینه که آینده سیاسی جمهوری اسلامی رو چطوری میبینید؟ ما الان شاید در آستانه نیم قرن از پیدایش جمهوری اسلامی هستیم. هر 10 سالی هم یک جنبشی در ایران ایجاد میشه و آخرینش خیلی خیلی قوی بود و تقریبا میتونیم بگیم همگیر بود، ولی دوباره با یک سرکوب شدید مواجه شد و متوقف شد. 2 تا پرسش، یکی اولی و دومی هم آینده سیاسی. با سپاس از شما آقای وهابی. بفرمایید آقای خورسندی. بله، من فکر کنم که همونطور که رژیم شاه و رژیم خمینی حکومت اسلامی قابل مقایسه نیستن با هم، تفاوتشون از زمین تا زیر زمینه، اپوزیسیوناشون هم اصلا قابل مقایسه نیستن. اصلا فقط میدونم که این جمهوری اسلامی لیاقت اپوزیسیونی که هست رو نداره. حالا میتونید که شما تعبیر کنید که معنی چیه. من خودم هم که اینو میگم بگم بگم که این جمهوری اسلامی لیاقت اپوزیسیون اصلا نداره، لیاقت این اپوزیسیون هم نداره. اما اپوزیسیون زمان شاه خب اصلاح طلب هایی بودند که بی خودی یهو حکومت با اینو به عنوان برانداز برخورد کرد و براندازی صورت گرفت. اگر که دکتر بختیار رو زودتر شاه فرامی خان یه خود بها میداد به همین، اینجوری نمیشد، اصلاح طلبی بود، تاریخ رو اصلاح کنید، نمیدونم این کار اصلاح کنید، راستان اساسی رو اصلاح کنید، براندازی تو کار نبود و غافلگیر هم شد. آقای خمینی هم غافلگیر شد، گفت دیهون یه شبه غافلگیر شد، همه هم غافلگیر شدیم. و خب هم دیگه من دوباره میگم ما گول آخون رو خوردیم، رفسنجانی هم گول آخون رو خورد و من 57 هم و خیلی متاسفم که اینجوری شد. و آقایون سرطن طلب و خانم سرطن طلب با قربون همتون برم، نمیدونم شما کجا آقای خویی استغفار کرد، غلط کردم کردی، گفتی که من ندیدم صمیمی ترین دوست
ادبی همشهری و فکری او. استاد سعید یوسف هم همچین چیزی خبر نداره و اسماعیل خویی همه اندیشه شد. حتی راجب این کتاب من که چرا اسمش باشی شعرانه، چرا چیز که دست کم گرفتی این شعر شد، همه حرفاشو به شعر ساده ترین مسائل رو، لبانه ترین مسائل رو که مد نظرش بوده یک خط شعر که نگفته، جایی هم خطی هم که نیست. حالا اینم درد سر ما شده. خویی تا وقتی که زنده بود اینجا رفیق بوده، خب به هر حال یه مدتی رفیق نبودیم، بعد رفیق شدیم، بعد دیگه خیلی سعی میشونیم، بعد بسیار بریم کنم بیا کنم اینا. حالا او رو تو سر من میزنن که خویی تشیمون شد شد نشد. شما برید ببینید که تن و مردکتون مواجه آقای خویی با شهرام همایون دیگه، همونجا ببینید که آقای خویی چه میگوید. میگه اگه اهل حضرت ببینم مثلا میرم کنارش با مثلا، ولی میگم که چرا در سر این سواجی مملکت ما اینقدر هست، این هستش. ببینید لایلای میبینید لایلایش هم ببینید، بعد یعنی اذیت نکنین. خب من دیگه چی من راجع به جنگ اوکراینم بگم که این پوتین پست بی شرفه به دست سوخته، باید که اون جنگ اوکراین رو تموم کنه، به دلیلی که ما اینجا تا رجب جنایت های نتانیاهو بارو تو قصد میکنم آقا چرا اوکراین. بحث اینه، داغ اینه، اونم یه جنگیه که دوستان اینجا داره با بوندازر میکشی. بذار اینه بگی نه اونم گفتم، من اوکراینم گفتم بی حساب فرد رو بده کار نباشم. بعد بدم نگه چپی چپو چپو چپا رو شما خوب نمیشناسید و من هم کاش که میتونستم مثل چپها و مارکسیست های اصیل درک بکنم و چپ باشم. بله، اجازه بدید سوال بعدی. آقای وحدانی بفرمایید. آقای احمد وحدانی. بله، سپاسگزارم و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، به خصوص استاد عزیز جناب هادی خورسندی که بنده سالهای پیش ایشون و آقای پرویز سیاد صمد آقا رو در اسلو ملاقات کردم و عکس یادگاری با هم داریم. به هر حال سپاسگزارم که در خدمت شما هستم. جناب خورسندی از اتفاقا مطالبی رو مطرح می کردید که سوال بنده هم در همین رابطه است. صحبت های خانم اختر قاسمی شد. واقعیت این است که به نظر من که سالها بنده هم با این مسائل درگیر هستم، این است که جنایات این آخوندها در ایران به نوعی روی این سلطنت طلب ها را سفید کرده. به نوعی دیدید ما را سفید و خیلی هم خوش بفرمایید. میگم روی شاه رو هم سفید کرده. بله. میگن ما رفتیم اینا اومدن، دیدید نوش جانتون، خیلی هم از یک لحاظ خوشحالم. اما مسئله و مطلب مهمی که میخوام خدمت شما و همه دوستان عرض بکنم این است که واقعا ما باید در یک پروسه، در یک بسیار مرحله مهمی از تاریخ ایران قرار داریم. ما با این افراد که سنگ راه هستن به نوعی برای آینده ایران، دموکراسی و سوسیالیستی آینده ایران، اینها به نوعی سنگ راه هستن. خیلی هم مشکل مثلا درست میکنن میآفرینن به همه، به هر کسی که مخالفشون هست برچسب به 57. البته من
57 من بچه کوچکی بودم، افتخار میکنم که بعدش 57 شدم و بر علیه نظام جنگیدم و مبارزه کردم سالها از زندان تا کوههای کردستان و الی آخر. 40 اندی سال عمرم، یعنی تمامی زندگیم به نوعی در این مسیر رفته است. بگذاریم. خلاصه جناب خورسندی عزیز، ما با یک مسئله بسیار مهمی مواجه هستیم. با این سلطنت طلبان که به نوعی سد راه هستند و عملکردشون غیر مستقیم در به اصطلاح نفع رژیم ایران هست، حاکم آخوندها هست، ما با اینا با چه کار بکنیم؟ یعنی مسئله مهم این است که اگر فردا این رژیم ثابت شد توسط اعتراضات و قیام مردم ایران، این اپوزیسیون دچار یک مشکل بزرگی هست که بتونه به اصطلاح اوضاع را جمع و جور بکنه، بتونه مشکلات مردم ایران رو. البته ببینید عزیزم، در سنت طلب سوالم رو خلاصه میگم جناب خورسندی، در یک کلمه این است که ما با این افراد از جمله خانم اختر قاسمی چه نوع برخورده باید بکنه؟ سپاس کنم. خانم نازنینیه و بعدم همه سلطنت طلب ها رو که کلیشه‌ای که یه شکل استراتژیک نباید دید، کمان که همه جمهوری خواهان چنین نیستن به هر حال. منتها اینجا مسئله که هست همون جنایات جمهوری اسلامی باعث شده که این واقعا سفید بشن و خیلی هم دند و قرچه کنند برای هر کسی که جلوشون راهشون وامیسی یا نظر مخالفی داره، ولی به هر حال اونها هم مبارزن و این مبارزه اونها مبارزه ما، اینا مجموعا باید یه جوری یه شکلی جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، حالا یا سلطنت بیاد در ایران یا رئیس جمهور بیاد یا آقای رضا پهلوی رئیس جمهور بشه. این نفسش این تو نیست که خب فقط اونا همه تفرقه سد راه، تفرقه همه جاه طلبی ها سد راه منوط محدود به یه گروه و دسته خاصی نیستش. منتها اونایی که ما میبینیمشون اون میدانی هاشون رو میبینیم. با اینها باید چی کار کرد؟ نه چی کار کرد؟ ما چی کاریم که خیلی مشکل آفرین شده هن. اونا با ما چی کار کنن؟ نه اصلا این تر این سوال با اینا چی کار یک جریانی سه مبارزه، یک ما باید با اونا هم دست بشکیم انجامور اصلاحی رو بندازیم، اینجور اصلاحی برخورد نکنیم. بعد البته اونا عصبانی برخورد میکنن و بعدم معذرت نمیخوان و میگم شاید زنده خود منم دیگه، اینجا اینا کنار خیابون لندن دلم بر خودم سوخت، دیدم که ما اومدیم چه پرونده شدیم و اینجا هموطنمون کنار خیابون اربجی یه چیز. من میخواستم بگم واسه حرف شما که نمیدونم پاسخ به حرف شما نیست. ببینید اینا چیزایی رو قاطی میکنن در پیوند با مسئله غزه و اینا که اوکراین رو گفتم مجبور میکنن الان جای اینکه یهو این وسط اوکراین هم حالا چیز کنید. ببینید یه حرفایی مثل این میمونه که مثلا ما بگیم خب دم شاهزاده رضا پهلوی گرم که وقتی که ایران با عراق جنگ داشت ایشون گفت من خلبانم و میتونم بیا به من خلبان از زمین خودم که در جنگ دفاع کنم. و بیان خب پس چرا الان شاهزاده رضا پهلوی به جمهوری اسلامی پیام نمیده که من همون خلبانم و الان که شما با اسرائیل جنگ دارید من حاضرم بیام برم با اسرائیل بجنگم؟ اینو اینی وقتی چیزایی که به هم نمیشست برای شما بخواییم بشست بونی اوکران هم به قضا بشست بونی این هم به این بشست بونی میشه. یه چیزی یعنی من خدمت شما بگم، حالا
سوال شما توش جوابش هم. یکی این که سلطنت طلبا و خیلی ها به چپ های ما ایراد میگیرن که شما چرا، شما که چیزین چرا رفتین تو کشور سلطنتی دارین زندگی میکنی، چرا تو انگلیس دار زندگی میکنی، تو که چپی اینجا سلطنتیه، تو چرا آمریکا زندگی میکنی، اونجا کشور سر میگویدم چپ های ما نمیدونم عقدشو نمیرسه جواب بدن به اینا، روشو نمیشه که آقا من چپ، من توده ای که دارم توی لندن زندگی میکنم از من چپ ترش، از من توده ای ترش انگلیس هایی هستند که چپ هستند و دارن توی این مملکت زندگی میکنن و مخالف حکومت پادشاهیان و چپهایی هستند و کمونیستایی هستند که باز تو آمریکا دارن زندگی میکنن و مال اون کشورم، بنابراین خیال نکنید که اینجا یک چپ ایرانی غریبه، نه نه هستند، بالاتر از همه اینها چپهایی که مال این کشورن و دارن اینجا زندگی میکنند به شما سلطنت طلبا نمیتونیم بیاین بندازینش بیدون بگیم شما بدین شوروی زندگی که انگلیسی پاسپورت انگلیسی هم در اینجا به دنیا آمده برحال. اما جنگ 72 ملت همه رو اوز بینه همین مثل که چون نمیبینیم حقیقت داریم ره افسانه میزنیم. با سپاس، با سپاس چون سوال داریم. ممنون جوابشون گرفتن دیگه. آقای جوبین بفرمایید، آقای جوبین بفرمایید، میکروفون تو بسته است. آقای جوبین سلام. آقای خورسندی عزیز جانم، آقای جوبین جانم صداتو بسته است آقای جوبین، بفرمایید. الان باز شد. سلام آقای خورسندی و سلام خدمت همه دوستان عزیز. البته شما این پرسش که من داشتم لابلای حرف صحبتاتون تقریبا جواب دادین، ولی من میخواستم ببینم که به نظر شما با این همه اختلاف ها و نگرش حالا ایدئولوژی، حالا فکری، انگیزه‌ای و هرچی که حالا ایرانی ها این همه با هم اختلاف داریم، ما چجور میتونیم یک فرهنگ گفتگو رو بین خودمون، از جمله همین خانم مثلا میگم اختر قاسمی رو که شما اسمش رو ذکر کردین، یا حالا کسای دیگه که این همه با هم مختلف و اختلاف داریم، چجوری میتونیم یه فرهنگ گفتگو بین خودمون درست کنیم و همه رو دور یه محور جمع کنیم؟ چون تنها کسی که از این وسط داره بهره میبره از اختلاف ما و به قول معروف تأخیر جمهوری اسلامی و بس، من کسی دیگه ای رو نمیبینم که بهره برده باشه. من همین پرسشم، همین خیلی ممنون. برنامه گفتگو همین برنامه‌ای که الان داریم میبینیم، بعد ده ها برنامه دیگر زوم و این حرفا هست. شما اگر اون سالهای اولی که از ایران اومد اینجا میبودید متوجه میشدید که چقدر فرهنگ گفت او بی وجود آمده، چقدر حضور داره، چقدر خط کشی ها از بین رفته و بهتر و بهتر میشه. خب ما اینجا همیشه که روبرا نبود که حال فقط فرنگی گفته بود، هزار یک مسئله شخصی و زندگی و اینا بود و مجموعا دست به دست هم داد که تا اینجا به نظرم بد نیومدیم. ببینید ما با حکومت کثیف رذلی که دنیا هم هواشو داره طرفی، دست کم نگیریم خودمون رو. این همه این مبارزات توی ایران هم اثر داشته، این حجاب اینجوری نبود، اینکه همش عقب میشن، همین مبارزاتی که در خارج شد رو
مبارزات در داخل ایران اثر داشته، در اونجا اثر داره، ملت زنده پویاییه که توی یک مخمسه افتاده و داره خودش نجات میده. خب این اختلاف ها هم، این اختلاف ها هم یه مقداری، یه مقدار مثبته، یه مقدار خوبه، یعنی ای به همدیگر رو میبینیم. و اگر ما همینجوری یه دفعه این کار کردیم دیگه، یه دفعه احمقانه دست به دست هم دادیم، خمینی راه بردیم، بنابراین این رسو دیگه یه حق چیز نه حول نشیم تو دیگه نیفتیم. مرسی جوری جان. با سپاس از شما آقای کرسندی گرامی. آقای دیماکشی، آقای مزدک دیماکشی، بفرمایید. سلام آقای خورسندی. سلام عزیزم. خیلی خوشحالم که شما رو سرحال میبینم، شاد و خندان میبینم، حالی. من یه پرسشی برای من جالبه که شما یه موجهای سیاسی فرهنگی بسیاری رو طی کردید، دهه 40، دهه 50، خب در هر دهه جنبش هایی وارد میدان شدن، شما با این مجموعه در تماس بودید چه در دهه 40 و 50، بعدم که بعد از انقلاب و در این سالهای اخیر. یک چیزی که برای من جالبه، شما با پشت سر گذاشتن همه این موجها تونستید در بالا بیسید، یعنی حذف نشید، چون خیلی ها اومدن توی این موجها نتونستن رابطه خودشونو با مجموعه برقرار کنن، خودشونو بالانس کنن و بمونن، ولی شما در سطح خیلی بالای کماکان هستید. این راز این موضوع رو میخواستم ببینم که چی هست، یعنی چی جوری. البته میتونم اینو بفهمم که وقتی شما صحبت کردید در دهه 50 در رابطه با آقای بختیار، یک گرایش سیاسی نمیخوام بگم، یک گرایش خردگرایانه ایرانی که وجود داشته و وجود داره، در این صحبت آخرتون هم مطرح کردید، این گرایش گرایش قدرتمندی هست. بخواستم ببینم شما چجوری واقعا تونستید توی این همه اختلافات، توی این همه دعواها، توی این همه بدی بیروهایی که گاهم به شما میگن، ولی خودتون رو در این سطح، در این سطح بالا نگه دارید. این رازش در چی هست؟ بفرمایید. با سپاس از شما آقای دیماکشی. بفرمایید آقای خرسندی. آقای مرشید، قربونش رو برم، نمیدونم خیلی این خوشحال باشم از این وضعیت که شما دوستی کردید یا به فکر رو برم. من آقا برای که آقای مرشید کاری نبودم، این شهر جایی نبودم، سیاسی نبودم، تو حزبی نبودم، توی تشکیلاتی نبودم، در ایران هم نبودم، هیچ فعالیت سازمانی هیچ جوری هیچ وقتی نداشتم. اصولا هم اهل کار جمعی و تیم ورک نبودم و نیستم. شاید که فقط کاری که کرده باشم، مثلا سعی کرده باشم که در این شعرهایی که میگم کم کم بفهمم که همونطور که الان بیشتر راجع به زن و زندگی و آزادی میگیم، یه مقداری یک اصولی رو که سابقا حواسم بهش نبوده رعایت کنم، پولیتیکلی کوررکت به قول اینجا، یا آدم عمل کنه، گاف نده توی شعرش نوشتهش. و نمیدونم بقیهش دیگه چیز نیست، کاری نبودم، من کاری نیستم که من اینو. دو کس منو گنده کرده، یکیش جمهوری اسلامی ایست. البته نه، اون برای اینکه من نشه که در می آوردم از سرها، خب تر سر دنیا می رفت. اون
مشترک زیاد داشت، نشه تنسی بود میگم تیم ورکی هم نبودم، تنها کار میکردم. با احمد سخاورز عزیز کارتونیستی بود که توی کانادا هستن. بعد اون ماجرایی که پیش آمد منو متوجه کرد که وقتی که آقای مصباحی تو دادگاه میکنست پرده برداشت از اینکه چجوری میخواستیم که چیز کنیم فلانی رو مأمور امنیت رژیم سرنیز کنیم، اسم قاتلان آورد، نه قاتلان بالفعل نه بالفعل، من یک کمی خلاصه به خودم آمدم که اوکی پس بس که بعد بعد کار رو کردیم ادامه بدیم. سونامی چیز اینترنت اومد، من روزم هم تحتیل شد، مثل خیلی از نشریات کاغذ که تحتیل میشه، درنشه من ماندم و یک فیسبوک و گاهی هم که رسانه های همین بیشتر همین فیسبوک یکمم که اینستاگرام دارم که از چند روز اصلا خارج شده، هر چی میدم میگن چند روز صبر کن نمیدونم که، نه علکی هم نمیگم هک کردن هک کردن، چون اونجا اسمم هیچ وقت منو هک نکردم نتونست هک کنه یا اصلا نیازی نداشت هک کنه، ولی خب هک نمی کنم این گادم پوز بده چند روزی که منو هک کردم. بعد مثلا چند جوابتو گرفتی، من که نفهمیدم چی گفتم، اگر شو فهمیدی به من بگو. فهمیدم یعنی این احساس خیلی دشوار موندن در این مجموعه تضادها. یک سری خانم های چپ های طرفدار چین بودن در لندن، بعد اینا یه وقتی با من تماس گرفتن گفتن تو مواضع تو چطوری انتخاب میکنی؟ چرا خاتمی رو تو چرا اسمش گذاشت خاتمی؟ خاتمی چی رو؟ اون موقع من اینا رو نوشتم، چطوری چیز میکنی؟ بعد یک سردبیری داشتن، یه خانمی بود اسمش اشرف بود، متاسفانه از دنیا رفت، مقاله نویسشون بود، اینا من دعوت کردم پاریس به همه مشورت کردن بگن من شم سیاست. بعد که خود با هم صحبت کردن حالی نیست، از دعوت خودش رو پشتیم، برو بابا این خودش هم نمیدونه چی میگه حالا. با سپاس آقای خرسندی گرامی. دوستان دیگه وقت نگیرید چون وقت ما داره تموم میشه. خانم توران، بعد آقای خرسندی گرامی و جنبندی آقای خرسندی و بعد آقای قاسمی. خانم توران بفرمایید. بله سلام عرض میکنم خدمت آقای خرسندی که خیلی خیلی بهشون ارادت دارم و همچنین دوستان دیگه. من میخواستم بگم که برداشتی که من از شعرهای شما و به هر حال صحبتاتون هم شنیدم منو به اونجا میبره که شما البته بسیار شکست نفسی میکنین در صحبتاتون، ولی مواضع سیاسی بسیار دموکراتیک و مثبتی دارید و همیشه هم در زندگیتون در حقیقت این مبارزه سیاسی رو انجام دادید، اما اون چیزی که شما رو با دیگران فرق میذاره اینه که شما مستقیما مبارزه سیاسی آنچنان نمی کنید، بلکه مبارزه فرهنگی رو اساس کار خودتون رو دادید و این مبارزه فرهنگی به نظر من دو تا شاخه اساسی داره که سوال من البته در این رابطه است که نظر خودتون در باره این حدس من چیه.
به نظر من شما یکی از مبارزات مهمتون در رابطه با آزادی جنسی انسان ها و حق اونها بر بدنشونه، یعنی در خیلی از شعراتون مسئله سکس و آزادی جنسی مطرح میشه و اینکه در یک رژیم توتالیتر مثل رژیم ایران یا قبل و بعدش این آزادی همیشه سرکوب شده. ما میدونیم که اروپا یه مبارزه بسیار وسیعی رو در این باره انجام داده ولی در ایران این کار نشده و شما یکی از معدود کسانی هستید که این کار کردید. مسئله دوم مسئله مذهب و خرافاته، این رو هم به خوبی پیش بردید و به نظر من این که شما در هر خانه ای در ایران اسمتون هست منو به نوعی یاد ایرج میرزا میندازه و احساس من اینه که شما ایرج میرزای زمان حاضر ما هستید. آیا این دو موضوعی که به نظر من به اصطلاح نقطه اساسی حمله شما به این گرفتاری های داخل ایرانه، آیا واقعیت داره یا اینکه مسائل دیگه‌ای براتون مهمتر بوده؟ ممنون میشم توضیح بدید. بله بله من آره تلفنم داشت چارج تموم شد دویدم که زدمش به چارجر. بله نه خیلی من این رجمیت را نیستم، من همین چیزم دیگه، همین حالی خورسندی هم کافی میگی که نه عیسایم نه موسی نه محمد نه زرتشتم که با کردار نیک هست، من اون پیغمبر بی ادعایم که اجازم به این خودکار بیک هست. حالا میخوام بگم که بله خب مسائل سکسی رو درست فرمودید و خوشبخت داریم، دل قوی داریم، جوونا تو ایران که من گفتم ز هجره یار خود دل خونونش و پریشون از غم هجرونانش و نشستم دست تنها میکنم حال خودم لیلی خودم مشروع. نه جوونا تو ایران قشنگ کارشون بلدن و خوشبختانه این قضیه خیلی رو به راه داره پیش میره و من هم خوشحالم برای من هم توجه کردم به این قضیه و این رو راه میکنم و میگم که من یه چیزی اینجا بخونم وقت داریم بعده میگه که ای آخ چه دینی و چه آیین نکویی، ای آخ چه دینی و چه آیین نکویی، به به که برابر شده گوزی به وضوعی، پرهاشی دینی که به هر لحظه ستونش ور می شکند قامب به صبت به صوتی و به بویی، ای مومن اگر دمخور گوز است مزاجت سجاده خود پهن بکن بر لب جوی، دینیست خودآموز شر و شور کتابش، او بست که بر آن نرسد دست عدوی، یک آیه آن آمده در باب زراعت اسباب پریشان شدن هر زن و شوی، طوری که بیفتن به هم زوج مسلمان در رابطه با کشت بادنجان و کدویی، هادی تو همان به که سخن درس بگیری انگار به گفتن اسرار مگویی، جمعش کن و کوتاه بکن مطلب امروز، این دین مبین را به سفارش به همان گوز، اینم در رابطه با این بانوی عزیز که سوال کردن یه شاهد از غیب یا رسید.
اجازه بدید اخ سعدی خانم بفرمایید. تشریف دارید سعدی خانم؟ مثل که تشریف ندارن یا میکروفونشو باز نمیشه. آقای خورسندی اگه اجازه میدید جمع‌بندی دارید واسه امشب چند من دقیقه؟ اینجا فقط به دینی که به ناشر خودم دارم بفرمایید ادارات باران، برای که من حقمو گرفتم ازشون، ولی خب ایشون باید این کتاب های من رو بتونی که بفروشه. یه کتاب تفریح المسائل دارم، تفریح المسائل. این کتاب تفریح المسائل شعر توزیع المسائل آیت الله خمینی رو اینجا من به شعر در آوردم و در وضعیتی که هنوز توریستی روم نمیشه که مناسب نیست که بتونیم توی این برنامه ها یه زود مثلا بخونیم، یعنی هم کتاب شعر من شعرانه که اینا رو هر دو رو نشر باران در آورد که ناشر بزرگ خارج از کشور دوست و کل و تو کتاب فروشی های شهر مختلف هست. با خود ناشر هم میتونید تماس بگیرید و این چیز تبلیغاتی به نفع ناشر کتاب من بود، برای که من هیچ حقی دیگه ندارم. با چکرم سعدی خانم، مثل که مشکل دارید بفرمایید، اگر سوالی دارید از آقای خرسندی بفرمایید. آقای قاسم مثل که مشکل دارن، میگه من سوال دارم ولی نمیتونم. نمیبینم. هانی جان ایشونو میکروفونشونو میتونید آزاد کنید؟ من آزاد کنم؟ نه. نه نه خانم میرزایی میکروفون رو سوالشتون میتونم بنویسن جناب خلف، سوالشتون نوشتن میبینید دیگه. ایشون وقت گرفته بودن قبل از اینکه خرسندی صحبت کنن، وقت دادن بهشون نتونستن، بعد الان نوشته سوال دارن. بنویسید خانم سعدی. بعد من خواستم که به دوستان بگم این منو تو فیسبوک هم صفحه همگانی رادیو خرسندی عضویت هم نمیخواد، همینجوری تشریف بیارید. شعرها رو به تدریج دوباره اونجا دارم میذارم. یه روحایی اومد اینجا الان جلو من میگه آیین شما هنوز خونریزان است، آیین شما هنوز خونریزان است، با کشتن خلق حالتان میزان است. خون میچکد از دشنه پیغمبرتان، از عدل علی عناب آویزان است. من دوستان سرطان طلبم، هموطنان سرطان طلبم میگن به من کمک کنن که بتونیم که این شعرهای ضد حکومتی و اینا رو دست به دست کنیم و کمتر چیز بشیم یا خودی به هم این گیر بدیم. اینا. با سپاس از شما آقای خرسندی بزرگوار، سپاس از زحمات شما. آقای قاسمی بفرمایید. خیلی متشکر. من کلام آخر رو تشکر میکنم از آقای عادی خرسندی، خیلی بزرگواری کردید. یک صحبتی رو خانم توران کردن که من همیشه همه جا اینو گفتم و اون مسئله مبارزه فرهنگی. هر جا که مبارزات سیاسی جلوش گرفته میشه، با مبارزه فرهنگی جوامع میتونن خودشون نجات بدن. و چه خوب، البته هنر بخشی از فرهنگه، و چه خوب که این فرهنگ و هنر با هم بشه و هادی خرسندی فرهنگ و هنر رو با هم یک جا گذاشته. ممنونم آقای قاسمی. شما که از میلیون با سابقه هستید که من گفتم سابقه فعالیت شما با سنی که الان من در شما میبینم نمیخونه. از بچگی شروع کردی؟
حالا شما که پدر منو میشناسید، براشم شعر گفتید دیگه، بله بله بنابراین بقیهشو دیگه دقیقا به گفتن نیست. با سپاس از شما آقای قاسمی، آرزوی شب روز خوشی برای همه دوستان دارم و تا آینده نزدیک. سپاس و تشکر دوباره از زحمات شما آقای هادی خرسندی، هنرمند، هنرپرور و زحمتکش پایدار. آفرین بر هادی گرامی. چکرم، ممنونم که منو دعوت کردید، فرصتی بود. خودم که ارزوی این کارا رو ندارم. حالا اگر گروه های دیگه، سلطنت طلب ها، مجاهدین، چریکا، توده یا هر کس هم دخان که بر من زوم بذارن، من میام. اصلا نه، من این پاکی و نجسی رو که سلطنت طلب ها یا بعضی از دوستان چپی اینا قائلن، اصلا مذهب نجسی پاکی رو مذهبی میدانم و با هر چیزی که جلوه و طعم رنگ مذهب داشته باشه به هر حال مبارزه میکنم یا حداقل تو دامش نمیفتم. خیلی متشکرم. خب شب و روزتون خوش.